آخرین گزارش ها حکایت از آن دارد که ادوارد سنودن پیمانکار سابق آژانس ملی اطلاعات آمریکا و برمرا کننده ای اطلاعات سری این کشور همچنان در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر میبرد اطلاعاتی که از جاسوسی دولت آمریکا از دفتر اتحادیه اروپا در این کشور نیز پرده برداشته و باعث تیره شدن روابط این اتحادیه و آمریکا در چند روز اخیر شده است آقای سنودن باراک اوباما را به فریبکاری متهم کرده و گفته که رئیس جمهور آمریکا در صدد اعمال مجازات غیرقانونی تبعید علیه اوست همزمان گزارشها از درخواست پناهندگی آقای اسنودن از 20 کشور جهان و صرف نظر او از درخواست پناهندگی از روسیه حکایت دارد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ماندن آقای اسنودن در این کشور را به عدم انجام فعالیت هایی که باعث ضربه زدن به منافع شریک آمریکایی شود مشروط کرده بود دولت نروژ هم درخواست پناهندگی آقای سنودن از این کشور را تایید کرده است همزمان وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در حاشیه اجلاس آسیا اقیانوسیه در برونه ای دیدار کردند این دیدار بالاترین دیدار در سطح سیاسی بین دو کشور پس از عزیمت آقای سنودن از هنگ کنگ به روسیه در حدود ده روز پیش می باشد.